لحظات یعنی چی در موسیقی مخالفت و موافقت یعنی چی یعنی خیلی جالبه که مثلا شما وقتی یه تمی هست خب این تم همراهش چجوری میتونه باشه وقتی یه سازی داره اجرا میکنه این آیا میتونه مثل همون حرکت کنه یا میتونه یه حرکت متفاوتی داشته باشه وقتی که حرکت متفاوتی داشته باشه میشه ملودی های موازی که البته این ملودی های موازی باید به کاراکتر سازها هم بخوره یعنی اونا رو در نظر بگیریم وقتی این ملودی های موازی با هم ترکیب میشن اصطلاح هست در موسیقی گفته میشه که عمودی و افقی افقی یعنی ملودی هایی که به صورت موازی کنار هم حرکت میکنن که یه مقدار زیادی تحت تاثیر ملودی اصلی هن. یعنی این ملودی اصلی رنگ پررنگ تره اونا در این که شنیده میشن باعث میشن که اون ملودی اصلیه بازم هم زیباتر شنیده بشه یعنی یک همراهی ملودی های موازی خوب اینه که باعث بشه که شما ملودی اصلی رو متمرکزتر بشنوی در واقع آرایشش میکنی ولی اینا کنارش حرکت دارن به محض که اون به سکون میرسه اینا حرکت میکنن به محض که اون بخواد اوج بگیره اینا عزیز یعنی اصلی که اینا انجام میدن تضاده خب اینکه یه اصله در همه چی هست در سینما هست در تئاتر در موسیقی هر چی هر چی بگیرید که در در شعر هست در همین که من دارم حرف میزنم ببین من میگم همین که دارم حرف میزنم موسیقی رو میشنوید آکسناش میبینید در همین که دارم حرف میزنم خب بعد من میخوام بگم که بله خیلی خیلی واقعا تاثیر عجیبی گذاشت موسیقی عوض شد حالا من دارم یه قطعی میخوام بریم سم یا یه تئاتری میخوام اجرا بکنم که تماشا در این اینکه اون هیجان من من این سرسده رو داریم میشتمه یه چیزی از زیر داره میگه که یه اتفاقی داره میافته شما اون هیجاناتی که چیزی که در وحله اول داره میبینی ممکنه خودت هم هیجان زده بشی ولی وقتی که اون زیر داره اتفاقاتی میفته به تو داری میگه که اون هیجان هست ولی قرار اتفاقی گفت این چیزیست که در موسیقی تصویری که دیگه خداست دیگه اینه که شما وقتی که مسئله ترکیب اسوات هست اون اصول دیگه موسیقی قرب و شرق نداره تضاد هاست که کنار هم قرار میگیره که در این تضاد شما چی رو بخوای جلوه بدی وقتی که مثلا موسیقی خیلی آرامه واقعا من میدونم چه احساسی دارم خیلی زیباس برم الان واقعا تمام وجودم رو لذت گرفته دارم این حرف رو میدارم من احساس میکنم که یه شونه دست گرفتم و این نوتا دارم شونه میکنم نتیجه این شونه یک موجی از موهای افشانی است که وقتی که شما فکر کنید وقتی میگین می گیسو تمام اینا کنار هم وقتی قرار میگیرن چقدر زیباست من دارم نقاشی میکنم الان با حرفم خب وقتی که میخوای این ملودی ها رو به موازات هم بذاری انگار که داری این ملودی ها تو خوب شونه میکنی وقتی که خوب شونه کرده باشی ازش یک تصویر کلی شرمنده تصویر کلی رو میبینه یا میشنوه من این تصویر هی میگم برای که جدا از اون نیست شرمنده وقتی که قطعی رو میشنوه داری یه چیز کلی میشنوه ولی نمیدونه چند متخصص میدونه از غیر متخصص تاثیر میگیره غیر متخصص نمیدونه که اون زیربناها داره چجوری کمک میکنه که این این بشنه. پس ما وقتی که این این توصیفو داریم این موسیقی که حالا موسیقی توصیفی هست فرق میکنه با اون روی که گروهی که داره یه موسیقی سنتی رو داره ملودیاش اجرا میکنه اون یه حالت دیگه است باید بریم روش صحبت کنیم یعنی اینکه مثلا چگونه میشه یه حالت خلصه ایجاد کرد چگونه یه موسیقی حالا اصطلاحا اصطلاح آمیانش میگن ارفانی شما وقتی که اگر یک آهنگساز باشی خیلی جالبه همون موسیقی ارفانی ها رو میتونی بسازی و با تمام وجناتش یعنی با چند صدای اینا به شرطی که همون حس ارفانی رو بده این میره به جوهر اون فکری و اون حس و ذوق شما که چه اون شونه رو در اون موسیقی رو به کار بگیر نیست تجربه من همش از روی این احساسات میاد که چگونه میشه این کنتراست یا این تضاد رو ایجاد کرد حالا این تضاد میتونه در ریتم باشه ریتم برای من مثل مثلا بعضی موقع مثل دو گروه جنگجو هن که منتظر فرصت هن که کجا خالی میشه اونجا حمله کنن وقتی شما تصویر نوشته ریتوار رو نگاه بکنی. فضاهایی که خالی ایجاد بشه مثلا فرض کنید یک ساز کوبه داره اینو اجرا میکنه یه ساز کوبه ای که صدای بمتری داره یا صدای متمایزی داره شما میخواید یه ساز کوبه ای دیگه با این همراه کنی شما وقتی که منفذای زمان رو در اون ساز میبینی میخوای یه کانستراسی یه تضادی ایجاد کنی با اونی که داره شنوید مرتب میشنه بازم شنونده وقتی که اون ریتم میشنوه اون ریتم اصلی رو میشنوه ولی متوجه نیست که اون ریتم اصلی رو چی براش مهیج میکنه یا چی به صلاح سینمایی فوکوسش میکنه یعنی چجوری شما بهش بیشتر توجه میدی برعکس موسیقی چند صدایی این نیست که بخوای یه هم همهمه ایجاد کنی که شرمنده نفهمه چه اتفاقی افتاده اتفاقا موسیقی چند صدایی در خدمت اینه یا پولیفونی یا پولیریتمیک این پولی که میاد چند حالا چه شما ریتما رو با هم پولیریتمیک بکنی یا صداها رو که اینا همش برای اینکه شما اون موضوع اصل روش یه موقع است که نه شما میخواد یک صدایی رو ایجاد کنی یه صدایی که مجموع این صدایی مثل اینکه مثلا یک مخزن رنگ و یهو میخواید بپاشید اینجا موسیقی عمودی خیلی ده ده کار میکنه یعنی اینکه شما آکورد میذارید صداهایی که همزمان چنده میشن ایجاد آکورد میکنن ایجاد آکورد کردن یعنی رنگهایی که شما در لحظه میریزید یک مرتبه اصلا قلب شنونده میریزه اینا همش کاربرد موضوعی داره تجربه که من کردم از همون تجربه میاد که من در موسیقی کلاسیک غرق خوندم من یکی از چیزهایی که خیلی برای من آموزنده بوده اینه که من وقتی از هنرستان موسیقی از پایه که شروع کردیم ما ما اونجا موسیقی کلاسیک هم میخوندیم یا تئوری موسیقی کلاسیک هم میخوندیم ما میخوندیم که کنترمان یعنی چی میخوندیم هارون یعنی چی بعد که میای میخوای اونو به کار بگیری خب این تجربه است این تجربه, هست. ای تجربه هست. مثل مثل خود معماریه ما دیگه الان نمیگیم نه این این شما این محاسباتی که دارم کنه اینا غربیه نه معماری ایرانی میاد محاسباتش میکنه این یه علم دیگه ولی ساختمون ایرانی شو میسازه همینطوری که این مال ها نیست که بگیم حالا قربی ها ما خودمون رو فرهنگ اون رو تحقیر میکنیم وقتی که همه چی رو غربی میبینیم ولی وقتی که در تمام تاریخ شما برید نگاه بکنید اینجوری نیست که بگیم که شرقی ها همه نشستن میدن غربی ها چیکار میکنن تا اون کار رو تقلید کنن نه این یه توی دایره چرخیده وقتی که یه مقطع از تاریخ یه کوکومت های یه کسایی اومدن نذاشتن این چرخه فرهنگی ایجاد بشه این توقف اینجا رو به عقبوندگی دوچار عقبوندگی شده بعد دیدن که مثل که دارن از بمیرن گفت آقا بیا همونهایی که اونا تحولاتی که وجود بیارن این رو اضافه کنیم این میشه نگاه و تقلید کردن از عناصر فرهنگی غربی و اگر هنوزم که هنوز ما عناصر بسیار قوی داریم و میتونیم استفاده کنیم که تجربه شخصی من از نظر صحبت ها کلی اینه ولی از نظر فنی خب باید یه توضیحات فنی بیشتری داشت سال شست و دو من درونا خیلی خوشحال نبودم یه مشکلاتی داشت وقتی که در میدان توحید میدان کندی ساقه وایساده بودم روز سیزده به در بود و همچنین تو خودم بودم ولی تو خیابون شلو قلو بعد فکر کردم که این مردم چرا قمی نیستن؟ <applause> من فکر کردم وقتی من قمی بعد الان یو همه قمی نه؟ یکی همه رو ماشیناشون سبزه گذاشتن و سود میزنن و چراغ میزنن و همه اونام قطعا تو این جامعه ای که داشتیم با هم مشترکن زندگی میکردیم حتما قمای مشترک داشتیم ولی خیلی قشنگه که وقتی که قمای مشترک داشته باشیم حتما شادی مشترک هم داریم و آدم بعضی از این قافل میشه بعد چی شد؟ من که نگاه کردم خب نمیتونستم در جا عوض کنم به یک چیز متضادی رسیدم که هم تو صحنه شادی قرار گرفتم هم در اونن نبودم ببینید خیلی جالبه اصلا چجوری دستگاه انتخاب میشه چه دستگاهی معلومه میخوام چی بسازم اصلا چرا میخوام چیزی بسازم خب من الان برم سازم بغل کنم بیشترم درش خانه بزنم دیگه همه چیزام درست میشه ولی نه نمیشد برای من نمیشد دیگه میدونی که درش از اون درویش پرستا بیشتر اعتقاد دارم و میشناسم ولی این حرف من یک چیز دیگه است نفیه درشخان نیست میخوام بگم من اون لحظه که در اون موقعیت قرار گرفتم چی میخواد به داده من برسه خب من یه دفعه خداگاه شروع کردم با سود زدن خب تو بیات ترک زدم بیات ترک شما یه اسم میشنوی برای یه موسیانی که قشنگ اینا رو میشناسه یعنی چی یک دستگاه آوازیه که دوگانه است اصطلاحا میگن دانگ به یک فاصله چهارم میگن اصطلاحا که مثلا فرض کنید از یه نوتی مثل دو تا فا یک دو سه چهار دو ره فا خب. از اون ورم سی لا سول فا سی لا فا این حالا تنها چیز فنیش که دارم میگم همینه یعنی یه نوتی ما مرکز داریم این از دو طرف دو تا فاصله چهارم احاطه شده یه فاصله چهارمش مشترک با ماهور و ما ماهور یه دستگاه بازیه معمولا به طور سمبولیک اینه که برای قطعات شاد استفاده میشه اون یکی فاصله چارمش یه فاصله چهارمش که در شور هست نمیخوام بگم غمگین و آی تو سرت بزنین ولی حالتش فرق داره محزون تر یا یه مقدار درونی تره خب چرا اون لحظه برای ترک به یاد من میاد برای اینکه این تضاد در منم بود دیگه من یه آدمی بودم که در من خیلی خوشحال نبودم ولی بیرون من خوشحال بود خب اما چه چیز جالبی این بود که یه تحرکی هم جلو خودم احساس کرد من دیگه نمیتونستم اون وزن در یعنی بعد یه توی سیزده بدر یه شیطنتی یه چیزیه اصلا همه مردم انگار بچه میشن در این حال قطعات چرا باید هی گوشه به گوشه عوض کنن مثل اینکه که همه موظفن در موسیقی سنتی چه تکنوازی میکنن چه آهنگ میزازن انگار که باید ثابت کنن ردیف دارن یعنی حتما این گوشه برن اون گوشه برن بابا این حس رو میشه با این چند تا نوت گفت چنانچه شما خیلی از کارهای بزرگ دنیا رو نگاه میکنی با سه چهار تا نوت یا یه سمفونی میزازم من اومدم این تحرک و ببینید ریتم مثلا یا دو چهار یا سه چهار یا شیشترش اینایی که به خصوص بعد از نوت نویسی متداول شده موسیقی ایرانی ایرانی کلی نه اینجوری نیست خیلی به موسیقی قدیم ایران به خصوص خیلی دورای طولانی داشت دور یعنی به یک چرخش ریتمیکی که قالب ریتمیکی که میتونه مثلا اگه بگیم دو میشه یک دو یک دو اگه بگیم سه میشه یک دو اگه بگیم ده میشه یک دو خب اینا چیزهاییست که خیلی در موسیقی کل ایران وجود داره ولی وقتی که موسیقی اتفاقا دستگاهی که الان خیلی پابند سنتش هستن در ضربی های ردیف این اتفاقا یه چیزی که تحریف شده است در موسیقی ایرانی ولی الان جز ردیفه خب من اومدم کنم یک دو سه یک دو یک دو یک دو سه یک دو, یک دو، حالا همون بیستایی رو این جزئیاتش یا باید سه باشه یا دو یعنی این وقتی که به های بالاخره به, عدد 20 برسی با ترکیبات نامنظم در بیستایی از استفاده از سه و دو این قالب وجود میاره که شما نمیتونی یه جا سرشی بگیری البته با شنیدن ملودی این دور رو متوجه شدید یه شد دورش پس قبل از که بخوای با ریاضی جلو بری با شنیدن متوجه میشی که دور یعنی چیه ولی این هایی که من میدم سر عوض شدن دو یا سه. خب از اونجایی که فکر کردم که من لازم نیست که حتما تو این تحرکی وجود داره اصلا عوض کردن و اووردن یه گوشه ای دیگه که دور از بای ترکیه اصلا کار چیزی چون بلا فاصله میرفت توی یه دی ولی اینجا 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 بود فضای خود شروع که بهش بگیم در آمده بایتو رو نشون میده ولی اینجا گوشه جامدران هست از نظر نسبت فواصل عوض نمیشه یه ذره این به فضای صوتیمون یه ذره جا جا میشه ولی چیزی در نسبت فواصل عوض نمیشه برای همین رجعت و یا عبورش به خود درآمد یه چیز طبیعیه اینا هی به هم راه دارن میشه و تو اینجا اون بیستایی بازم این ترتیب ستایی دوتاییاش عوض میشه این هم پل است که از اینجا میرم به خود و رسید به قصه اصلی اینکه منم این لحظه باهاشون شاده میکنم